دا د کابل زوړ خار دی. شور بازار، سنگ تراشی او د همدې سیمې ختیځ لوري ته د ړنګ شوي بالاحصار په لمن کې یوه ډېره لرغونې کوڅه پرته ده. دې سیمې خواړه او د کاغذي پتنګانو لرغونې صنعت ډېر مشهور دي چې ما روح الله کلیوال نننۍ خپرونه همدغو لرغونو کوڅو او خوړو ته ځانګړې کړې ده. ملتیا مو وکړئ. د بالاحصار په لمن کې یوه ډېره لرغونې کوڅه ده چې د خرابات په نوم یادیږي. کلونه وړاندې د دغې کوڅې فضا د مینې سوز ساز په رنګینیو کې ډوبه وه. کله چې کوڅې ته دننه کېدې نو د کورونو له هرو دروازو به د موسیقۍ بیلابیل غږونه پورته کېدل او له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل او څو شېبې به یې د یادو غږونو په ورېښمینو ټالونو کې ځانونه زنګول. خو نن هماغه تنګه کوڅه بیا د سندرو له خوږو ټالونو ډېره لرې پاتې شوې. نه موسیقي شته او نه هم کوم سندرغاړی. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور کې داسې ورکه ده چې د ماشومانو د لوبو غږ هم نه اورېدل کېږي. وایي په نولسمه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان د شاپ دربار د سوز او ساز له رنګینیو بې برخې و، د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز په رنګینیو کې ډوب او درباریان یې خپله استرتیا وباسي، له هندوستانه یو شمیر هندي هنرمندان کابل ښار ته راوبلل او همدلته یې د بالاحصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادېده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. کلیوال صاحب محترم، خوش آمدین در منطقه گذر خرابات. از آمدنتان بسیار خوش شدیم. زنده باشین، خیلی ببینین که آمدین به همراه ما و صحبت شدیم. یعنی گذر را که میبینین این گذر خرابات است. این گذر خرابات است. یعنی جا صاحب در زمان سابق همین مردم کلانای ما که من به حساب استاد نتو، استاد قاسم جو، گل آقا سراهنگ، استاد چیدا، استاد رحیم بخت، استاد امیر مامد، اینی مردم آقا که بودن صاحب کلان های از این گذر خرابات بودن که اینی مردم منشور بودن در این گذر خرابات که اینی ها صاحب ایجاگان در اون زمان که در منطقه خواجه خردک ولی که سابق این منطقه را به نام خواجه خردک ولی یاد میکردن. باز یک تعداد میمان هایی که از طرف هندوستان در اینجا نمدن کدمی مردم و کلان های ما مردم که گل آقا سرهنگ، استاد قاسم جو، کدم با استاد بابا نتو، کدمی مردم ها که باز یا مشوره میشتن نمدن با دخواجه خردک ولی خانقای از یا بود. بسیار یک کوتگک ریزه بود، قدیمی جای بود که باز همی میمان های از جا که از هندوستان نمدن همیجا باز یا یگان مجلس های قوالی موسیقی میکردن، قوالی موسیقی میکردن تا یک زمانی که بازی منطقه گزایش میمان و دیگر خارج که از خارج که میمان ها نمدن اونو ها خواهش میکردن که اینجا بسیار یک گذر کوچک هم است یکی و یکی یعنی لای گل دیگر و دیگر در این منطقه ما زیاد بود. مردم دیگر نمیتونستن همی موسیقی را یا میخواستن که کلان کنن یا خب برای خود خاص موسیقی قوالی میکردن در یک اتاق خواجه خردک ولی باز اینا خواستشان همی بود که همی کلان شود. باز تقریبا 320 سال اینمی 325 سال پیشتر باز یا خانقای خواجه خردک انتقال دادن، خواجه خردک ولی را یا انتقال دادن به کوچه عزیز الله خان که منشور جای بود، سر سرک هم بود و شهر کابل سرکای ما کیر نبود، در اون زمان کلش سنگ
همطور جغلکاری بود، دیگه بود بازینی هم خانقار عام ساختن، عام ساختن بازینی خرابات ما را که پیش از این خواجه خردک ولی بود بازی ها را به نام خرابات نامش ماندن. زیفتر از این کوچک بود ساید زمین مردم های اون دعا بود، سابق از این که بود مردم های اون دعای جزیاب زندگی از دعا مردم بود. کوچه این بگذر به نام کوچه درمسال میگن، تامی نصف کوچه خرابات هم که شما میدیدین که ببینین اینمی نصف منطقه خرابات هم از مردم اون دعا بود. کلیوال صاحب محترم اینیش شبک های جمعه که مراسم ختمای قرآن در درون داخل مسجد شریف میشد، باز بعد از 11 شب ایجا موسیقی قوالی چشته مبارک میشد. ایجا این از این چار دانگ افغانستان که چارکار، قندوز، غزنی، قندار، از این چار دانگ شهر کابل که چار اطرافش دیگه اینمیجا مخلوق همی فقیر و درویشش در جمع میشدن، اینمیجا یک موسیقی های قوالیشان بوده و اونیجا یکان خیر و خیراتشان بوده، دیگه کاسهشان بوده، اینمیجا در خدمت اینمی مردم فقیر تا از این شش شام، هفت شام که میل سکای جا شروع میشد تا چهار صبح همیجا نمازای خودم میخواندن، دعا میکردن و بدر زمینجا حرکت میکرد، هر کس کذر سو آمده بود میرفتن سنورای خود. کلیوال صاحب سابق که در این منطقه گذر ما که بود همی کلانا، همی بزرگای ما، همی استادا، ایجا یک سماوات بسیار خوب سماوات داشتیم که به نام غلام ربانی میگفتن، بازی همی سماوات های مصری بسیار مقبول، چاینکک های چینی داشت، بازی نمی دیگه در تخت سماوات همی دان کوچه خرابات، همی قسمت گذر خرابات را جمع جورو میکردن مردم های همو خدمتگارایشان، بازی همی منطقه را جمع جارو میکردن و پاشی میکردن، باز یک قالین های کلان هم انداختن، باز همی استادا که به شمول استاد سراهنگ، آجی صاحب هماهنگ، استاد چیدا، استاد امیر مامد، این همی رحیم بخت استاد، این همی مردم ها باز مبر آمدن در سر تخت سماوات میشیشتن، باز همی جا چای چاز برشی میکردن برشان، خدمتشان هم میکردن، بازی ها همی قصه که در محفلا اگان جایی که میرفتن، در دربارا که میرفتن، خصوصا زیفتر یار مردم دربار زیاف می بود که علازت و زایشا بود و همین مردم ها که زیاف مجلس رو دیگه رو میکردن در کانه خلق، همین مردم از زیاف نمدن می بردن. بازینی ها دیگه همونجا می شیشتن، این همی شوایی که در سرشان گذشته می شد باز همینجا می شیشتن در کافی خرابات خود، باز قصای همین صاحب و چیزای خود هم میکردن. و این شوربازار قدیم کابل یک جایی بود که بسیار جای زیبا، اما کوچه های خرد خرده که داشت، اما همه مردم در خونه موید که زندگی میکرد بسیار زندگی های خوشایند درخشان داشتند. و فعلا که شما میبینین به یه حالتی که این شوربازار است، خب مردم حالا هم خوشایند است برش، مگر مثل که سابق بودن در اینجا صوفی صاحب عشقری بود، در همینجا صوفی صاحب عشقری بود و میامد استاد سرهنگ در پیش از او میامد که مثال تمام شعر و اشعاری که مثال استاد سرهنگ که اگر که میگفت یا میخوان تمام شعرهای از کلش از عشقری صاحب بود. یا خو کلانا بودن این سفید های همون منطقه به همی دوازده بزه و صدرنج و این همی چیزا میشیشتن، همی جا قصه کفتر و گل آقا سرهنگ خودش شوق بودنه داشت، بودنه بازی میکرد، این همی شوقش هم بود خانه وکیل حسین، باز همی روزای جمعه که میشد بودنه بیانه میکردن، جنگ منداختن، کلش جمعور میرفتن، یعنی بسیار یک مجلس های خوبیش داشتن، یک تبخوشی میکردن، دگه میکردن، دگه اینال از اون روزا که ما تا این روزا میبینیم زمان ها بسیار تغییر کرد و بسیار یک روزای دیگه آمده سر مردم، دگه او وقت یک خرچ و خرابات و کاکگیشان از آل اوال یک همسایه و دگه و دگه خود بسیار باخبری میکردن از همه چیز خودان، دیگه امروز اینه که ما میبینیم دیگه از اون زمان تا این زمان بسیار فرق کرده همه چیز.
بیرته را گرزو. مکسره پاتشه. مرکب مبارک که میبینین صاحبی، مرکب مبارک زیارت آرامگاه زیارت 14 موسم پاک است که اینیا نواسای مامسن مامسن صاحب است. از تاریخ از یا 13 سال به می تاریخ ها میشه و که این میجا دفن هستند. خود زیارت مبارک ما یک آثار قدیم است که البته مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشه. دیوار صاحب اینی چیزی را که میبینین یک لنگرخانه است. این به نام لنگرخانه است که سابق در زمان های سابق که بود اینجا استاد شیدا به امرای مامای که آجی حسن نام داشت. آجی حسن اینمی جسایب که از دو موسیقی قوالی میکنن. در اون زمان یک دانگت طوله میزدن، یک منگای پیششان بود، زیر بغلی پیششان بود. باز اینمیجا استاد شیدا می آمد، اینمیجا موسیقی های قوالی چی شو چی روز، اینمیجا بسیار موسیقی های قوالی می کردن. چی که یا علاقه در طریقت داشتن، این مردم اهل طریقت بودن، اینجا موسیقی های قوالی می کردن. من این خودم نمیگم، چی که مامایم در اینجا زندگی کرده بود، یک 50-60 سال تیر کرده بوده، اونو برای من میگم که بچه ایم که اینجا استاد شیدا می آمد، یعنی که موسیقی قوالی میکردیم کدش میخوان عدست که یا علاقه در طریقت داشتن. باز اینمی جا اینمی شیشتن 4-5 دا کله اینجا یک موسیقی های قوالی میکردن مشنویدن. این به او رقم دیگه بسیار مجلس های خدایی داشتن در اینجا. شور بازار د کابل خار یو له تاریخي او پخواني کوڅو څخه یو کوڅه ده چې د میوان سړک شاته پراته ده. کله چې یادې کوڅې ته ننوځي، لومړی دلته د کاغذي پتنګانو هټۍ تر سترګو کیږي. شور بازار سیمه د کابل یو له سترو او اړینو سیمو څخه وه چې د کابل ښاریانو د کورنیو توکو د پیر او پلور چارې همدلته ترسره کولې او د راکړې ورکړې مرکز یې همدا بازار و. له همدې امله د شور بازار په نوم مشهور شو. سلام به شما کلیوال صاحب، سلام به دستندرکارای شما، سلام به تمام کارکنای تلویزیون شما. اسم من زلگای است، یک تن از دکانداران شوربازار کابل قدیم و پیش کار من کاغذ پران فروشی است و من مدت 43 سال است که در این دکانداری خودم دکانداری میکنم و قدامت تاریخی از این کاغذ پران بازی برادر گل کاغذ پران فروشی بیشتر است. 100 سال قدامت داره که از هندوستان به پاکستان و از پاکستان آمد به سرای محمد قمری که در پشت مسجد پل خشتی است و از اونجا سرایت کرد. بالاخره مردم به چیزایی که نوآوری کردن که به تار شیشه و به کاغذ پرانای
بسیار زیبا زیبایی که مثال در افغانستان تیار شدن، اینا بسیار نوآوری‌های بسیار زیاد کردن. کسی را به نام کاکا نور محمد قصاب میگفتن، کسی را به نام مرزا جان شانه‌ساز میگفتن که اونا پدر کلان ما بودن و بزرگای بودن که استاد خلیفه نبی بود و استاد هارون بود، استاد خانشیرین بود، خلیفه براد بود، خلیفه محمد بود. اینا همگی از اینا تارشش میزدن و به میدان کاغذ پران بازی زمانی که میرفتن که اینا جنگ منداختن، اوجا کاغذ پران بازایی بودن که مثال کسی بود که به نام سرور جان میگفتن، کسی به نام کاکا صدیق میگفت و بریالای جان بود و آرون جان بود، مثال بریالای بود، دکتر صاحب مایون بود، رامت جان بود. اینا کسایی بودن که صاحب یا کاغذ پران بازایی بودن که در میدان جنگ منداختن، شرط میزدن. بالاخره این کاغذ پران بازی رو رشد دادن به یکی از بازی های المپیک افغانستان و در اون زمان سردار آقا رئیس المپیک بود، بعدا بازی را اترش داد بر مسابقات المپیکی که کپ انداختن. باز کپ یکی از تارهای خلیفه نبی و خلیفه خانشیرین بود که اینا با جنگ انداختن و بالاخره جنگ انداز از این استاد آصف میگفتن، از امی شوربازار کابل قدیم بود، بازور کپ بر از امو گرفتن دادن. سابق که بود مردم های سابق استادهایی که بودن بلتان چند تاشان نام بگیرم که او خداوند کتیشان خوبی کنه، ببخششان و مغفرتشان کنه. او خلیفه غلام عزت بود، مستری باغ محمد بود، خلیفه نبی شانه‌ساز بود، خلیفه براد بود، فعلا استاد خانشیرین امر شکر آجیر خانشیرین عیات از زنده است، بدر بیرقش بالا شکر کس و کار یک استاد بسیار رسیله است. دیگه پدرک امام خدا به مرده که امروز ما به نامش میچلیم، او هم دمی ردیف از اینا قرار داشتن و سابقه تنها خود ما 50 سال میشه که ما خودم گولی پران میسازم و یک کس پس پدرم به ما مانده و به سابقه شام دیگه دان پدر و پدر کنان کشنده بودیم 100 یا 150 سال از سابقه از این گولی پران در وطن ما و شما میشه. اون مردمایی که فعلا که تارشیشه میزدن و استادا بودن بعضش زنده هستن، حیات هستن شکر، بعضشان که از دنیا رفتن خداوند که شان خوبی کن. فعلا کاغذ پران بازی در افغانستان بسیار رشد کرد. یک فیلمی که اگر شما به یاد داشته باشین، فیلم به نام مردار قول است. او کاغذ پران باز هر چیزی که از او به کاغذ پران بازی برمیخوره، او را برادر او را دایرکت از او فیلم خودم کردیم و شما اینطور یک چیزی است که عنانات مردم افغانستان است و فعلا در عنانات مردم افغانستان کسانی که در خارج از کشور در غربت دیار غربت زندگی میکنه، اونا همه چیزها را حفظ کردن. ولی سابقی بود بسیار وضع از این کار بهتر بود، خوب بود. از وقتی که همین شرایط زندگی مشکلات های وطن ما کمک مشکل پیش شده با ما مردم نیست، مثلا او کسایی که سابق به این شوق و به این علاقه من بسیارش در خارج هستن، حتی از اون خارج حاله فعلا استفاده از این میکنن و این از اینجا میبرن استفاده در امریکا، در کانادا، در جرمنی، این شعرها کلش هر سال هر قدر که ما میسازیم تمامش دمو شعرها انتقال میکنه، مردم شوق و ذوق خدا دموجه میکنه. پدر جان خا
خب اتر در کوچه خرابات کدام معلومات خاصی من ندارم. خب اوندا کسایی که می آمدن اینجا به خرید کاغذ پران، اول همی خداوند مغفرتش کنه که یگانه کسی که زیاد شوقی از اینکه بود احمد ظاهر بود، بسیار زیاد شوقی بود و استادایی که بودن اونا قدر شوقی نبودن، شوقی کاغذ پران بازی، اما بچه های از اونا مثلا نواس های از او که می آین از اینجا به کاغذ پران و گفت سخن بسیار شوق علاقه دارن، اونا خریداری میکنن. این از فقط سیزن وطن ما شما این مای دل بده که شروع میشه تا به روز نوروز، تا به روز نوروز خلاص میشه و ما شما سیزن است. از قدره که تار گلی پران باشه بازم کمبوتی میشه، بازم به در رقمانداش نمیرسه، در بازار شاید از قدر باشه کنیش به مصرف میرسه. خب کاغذ پران ها خود اینطور که همین کاغذ پران در سابقه ها بود کرانیگک میگفتن، ماییگک میگفتن، بالاخره که کلان شده میرم نیم تخته ای و سه پرچه و چهار پرچه و پنج پرچه، همین تا هفت پرچه را کاغذ پران بود. اما او مردم هایی که می بردن، این مردم های کلان بازی ها همین کاغذ پران های پنج پرچه و هفت پرچه و یاره که می گرفتن می بردن بازی را از اینجا به نام میله کردن می رفتن به پل بیسود به طرف جلال آباد، بسیار اوجا کاغذ پران بازی می کردن و اموجا جنگ های خودم انداختن، اوجا شرط هایی که داشتن. همین مردم هایی که بیشتر برتان یادآور شدم اونا همگیشان کاغذ پران بازی میکرد، اوجا جنگ منداختن در پل بیسود. زمستان که میشه کلیوال صاحب ما جلال آباد میرفتیم، چرا که تماما مردم افغانستان همونی که یک دره کاران بودن آسوده بودن، هم خانه در کابل داشتن هم خانه در جلال آباد داشتن، باز به یکی کابل بسیار سرد بود، مردم بل عموم هم زمستان خود در جلال آباد سفری میکردن، آب هوای خوبیش بود، گرم بود. باز ما هم به اونجا میرفتیم صاحب، یک دکان میکردیم، دونمو دکان همی کاروبار همی پیشی خود پیش می بردیم. بعد این مردم هایی که سابق بودن مثلا مثل امو هاشم خان صدرآظم و محمد ظاهر، این مردم هایی که بودن کلگی زمستان که میشد امو شهر جلال آباد اینا هم بودن بودن، بعد کلگی پیش پدر ما می آمدن سر تار و گودی پران و چرخه می خیدن تمام سال زمستانه تمام با مای بوده، ما دمو زمستان دمو جلال آباد سپری می کردیم. دیگه مردم های قدیمی که بودن امو سازا حتی که گودی پران بازی میکردن در سر پل بیسود در پار معده. سابقا که بود در روزای جمعه اینجا همیشه کاغذ پران بازی بود، خصوصا مردم اهل هنود ما که در اینجا که بود مردم اهل هنود بسیار زیاد کاغذ پران بازی را خوش داشتن. در روز ویساک خود دیگه بسیار کاغذ پران بازی میکرد و سرچشمه کارم در امی کابل قدیم است، در شور بازار کابل قدیم و شروعش هم که میشد از همینجا میشد. بالاخره نال آساسا 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 به طرف اطرافا و یاد دیگر سراحت کرده که جلال آباد و قندار و بازار و هرات و قندوز و به طرف چارکار به تمام ولایت هایی که مثال 34 ولایتی که مثال در افغانستان است همه گیش از همینجا کاغذ پران میبرن و اونا به فروش میرسانن. تمام سال میره که هیچ آجت به سیزن نیست. ما با ما معلوم است که دو کاندارا دوستای ما سبیق هاست و در موترا را پر میکنند و هر ولایت میبرند. کلیوال صاحب یک چیز یادآور شدیم که زمانی که تارای خود ما شما که بود به نام تار اشت انگلیسی میگفتن یا تارای دلمبر میگفتن، تارای اشت ایندی میگفتن، یکی از تارای خود ما شما که سابقا که بود این تارا بودن که مردم امی فعلا هم کسانی که هست و این خصوصیات بسیار خوب داشت که ایر خود ما شیشه می زدیم و ایر مردم با بسیار شوق و علاقه که مثال پنج تا چهار تا رفیقایی که یک جای می شدن ایر در خانه روزای جمعه شیشه می زدن با شوق و علاقه که داشتن اینا کاغذ پران بازی می کردن و بسیار کیفیت خاصی داشت. و پیشتر هم یادآور شدم براتون کسانی که در خارج از کشور هستن همگیش خوشدار امی تار سابقه خودمون و فیلی که هست این تارای کمیکل هست که یا اوقدر بر مردم خوشایند نیست، اما خب از روی مجبوری که در تمام شوربازار امی رواج شده کل مردم آل از این استفاده میکنه که تارای پاکستانی است. مگر هر کسی که میاد بازم از این طفل خود تا کلان برشان خوشایند نیست، مگر کسانی که او تار قیل میکردن همیشه که میان تعریف توصیف از او تارا میکردن.
کلیوال شاید از طرف ما یک توفه است به برنامه ولوس. ولوس خسر ما بسیار رق داره، خدا کنه که از طرف ما قبول کنن. خوش آمد. لیدلمو مننه.